با برنامه تحول خوش آمدید. فهرست نامزد وزیران سهم آقای عبدالله در کابینه به کاخ ریاست جمهوری سپرده شده. منابع نزدیک به آقای عبدالله اما میگن که روی تقسیم کرسی ها اختلاف های درون گروهی وجود داره و برخی همپیمانان رئیس شورای عالی مصالحه با این فهرست موافق نیستند. با گفته این منابع حزب جنبش ملی خواهان سه وزارت از سهم کاخ سپیدار است، اما در فهرست تنها دو وزارت به ایوز داده شده. حالا پرسشی که به میان میایه، این اختلاف درون گروهی چقدر میتونه متضرر بسازه وضعیت را و به دامنه اختلاف ها بیش از این بیفزه؟ یک بحث. بحث دوم این که مجلس نمایندگان افغانستان چرا در برابر عدم معرفی نامزد وزرا تا اینجای کار خیلی ها نرم برخورد کرده و به قول حقوقدانان از صلاحیت های باید خود استفاده نکرده؟ واقعا حکومت اراده داره که به این زودی ها این نامزد وزرا را معرفی کنه؟ و در این میان چقدر افراد متخصص و کسانی که کارایی باید را در مسند هایی که خیلی ها بزرگ هست و در بخش های خاص هست این افراد معرفی شدن؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه. جنابان هوتکی را از آمریکا، جناب اخلاقی را از کابل و آرش شهیرپور حقوقدان را هم از کابل خواهیم داشت تا دقایق دیگر. در نخست گزارش باز خواهیم گشت. پس از دو ماه رایزنی، سرانجام عبدالله عبدالله فهرستی از نامزد وزیران را برگ سپرده است. چهره هایی که در این فهرست با عنوان نامزد وزیر معرفی شدند: مسعود اندروبی برای وزارت امور داخله، فضل احمد معنوی وزارت عدلیه، انوارالحق احدی وزارت زراعت، نور رحمان اخلاقی وزارت مهاجران، محب الله صمیم وزارت اقوام و قبایل، مصطفی مستور وزارت دولت در امور صلح، معصوم خاوری وزارت مخابرات، نثار احمد غوریانی وزارت تجارت، منصور سادات نادری وزارت اقتصاد، بشیر احمد تیانج وزارت کار و امور اجتماعی، کنشکا ترکستانی وزارت تحصیلات عالی، عباس بصیر وزارت ترانسپورت و نجیب آقا فهیم به عنوان نامزد وزیر وزارت دولت در امور شهدا و معلولان. هرچند توقع از یک بسیار کابینه کارا باشه بعید به نظر میرسه، اما با آن همه فکر میکنم داشتن وزرا که مسئول باشند تا سرپرست وزرا بسیار میتونه که کار حکومت بیشتر و خوبتر رونق. فهرست نامزد وزیران سهم عبدالله عبدالله اما با اختلاف های درون گروهی روبرو شده است. منابع نزدیک به رئیس شورای عالی مصالحه میگویند جنبش ملی خواستار سه وزارت از سهم آقای عبدالله است و با این فهرست موافق نیست. به گفته منابع، جنبش ملی بشیر احمد تیانج را برای وزارت زراعت، قدرت الله زکی را برای وزارت ترانسپورت و کنشکا ترکستانی را برای وزارت مهاجران معرفی کرده، اما در فهرست نامزد وزیران عبدالله عبدالله این وزارت ها به این حزب واگذار نشده است. اما برخی چهره های دیگر نزدیک با آقای عبدالله اختلاف های درون گروهی را رد می کنند. من فکر نمی کنم که در تیم دکتر صاحب عبدالله اختلافات سر کرسی باشه، چون هیچ کسی دعوای هیچ یک مقام بلندتری را نداره. از سوی هم اداره مستقل ارگان های محلی می گوید تا اکنون 11 والی تازه از سوی رئیس جمهور معرفی شده و این روند ادامه خواهد یافت. د سیمایز ارګانونو خپلواک اداره په دې کار کوي چې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دغسې بدلونونه راولي. ارګ و کاخ سپیدار به ګونی رسمي درباره فهرست نامزد وزیران چیزی نمیگویند. آنچنانی که قبل از گزارش گفتم، جناب آرش شهیرپور حقوقدان از کابل، محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان هم از کابل با ما هستند و جناب حبیب هوتکی آگاه سیاسی هم از آمریکا. درود بر هر سه بزرگواران، ممنون از اینکه به برنامه حضور یافتین. جناب اخلاقی، بیاین امشب بحث را با شما آغاز کنیم از اینجا که آیا قرار است که نقطه پایان به فرهنگ سرپرستی یا آنچه که بیشتر به یک عادت خوانده میشه در افغانستان به این مهم نقطه پایان گذاشته شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت بینندگان محترم برنامه تان و مهمان شریک در بحث. متاسفانه 5 سال دوره حکومت وحدت ملی در این ارتباط
به صورت ناکام سپری شد و علی رغم تاکید رئیس جمهور که بار بار این مسئله را مطرح میکرد که ما میخواهیم به فرهنگ سرپرستی نقطه پایان بگذاریم، اما هیچ وقت موفق نشد و ما وزارت خانه داشتیم که بیش از یک سال دوروبر دو سال هم با سرپرستی اداره میشد. این بار هم اما وزارت خانه هایی رم داشتیم که بیش از پنج سال بود. بله، درست فرمودین. با وجود آمدن نظام فعلی و حکومت جدید توقع میاد حداقل در این ارتباط یک توجه جدی صورت بگیره، با اینکه در حدود چهار ماه از مراسم تحلیف ریاست جمهوری میگذرد و نزدیک دو ماه از امضای توافقنامه بین دو تیم سپری میشه، اما هنوز نتوانستن ریاست جمهوری کابینه خود را معرفی بکنه جهت رای گرفتن از مجلس نمایندگان. اما مثالی که میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست، نگرانی که وجود داره ای است که با توجه به نزدیک شدن رخصتی تابستانی مجلس نمایندگان که 10-12 روز بیشتر نمانده و هنوز هم لیست کابینه نهایی نیست، امیدواریم این لیستی که شما قرائت کردین این دیگه یک لیست نهایی باشه که از طرف تیم جناب دکتر سیب عبدالله تهیه شده و معرفی شده. اما اختلاف در اون گروهی هنوز هم وجود داره، آنچه را که منابع برای شریک ساختن. بله، همی که تأخیر در شریک ساختن لیست وزرای معرفی با ریاست جمهوری نشان دهنده عزیز که در تیم جناب دکتر سیف عبدالله متاسفانه اختلافات باعث تأخیر شده و چنان شما اشاره هنوز هم این اختلافات وجود داره. بحث ما این بود که اگر این لیست نهایی باشه و جناب رئیس جمهور غنی هم بخشی را که عهده‌دار است کاملا لیستش آماده داشته باشه، با توجه به اینکه 10-12 روز بیشتر به رخصتی تابستانی مجلس نمایندگان بیشتر نداریم، ترس و تشویش از این وجود داره که احتمالا معرفی کابینه تا 1.5 ماه تا 2 ماه دیگه به تأخیر افته و اگر معرفی هم صورت بگیره پروسه بررسی اسناد کاندید وزرا، پروسه آمدن کاندید وزرا به مجلس نمایندگان و اعلام برنامه هایش قطعا و همینطور در نهایت رای گیری بالای اعضای کابینه احتمالا 2 ماه دیگه به تاخیر گفت. بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد رخصتی های شما هم و آنچه که صلاحیت ها و مسئولیت های شما هست به این هم خواهیم پرداخت، اما اجازه بدین بریم به طرف دوستای دیگه. متکی صاحب بسیار خوش آمدین، شما هم میخواییم بدانم و دیدگاه شما را که واقعا کابینه کارا و متفاوتتر از کابینه قبلی قرار است که شهروندان افغانستان شاهدش باشند در حکومت و یا این کابینه را به این زودی ها خواهیم داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم، دلی آمیرحبان خدای پنامه گرانور اگن سبتاش ده او دمیز نور بلن کول ده سلام را وړاندې کوم په دې هیله چې په ګران افغانستان کې دایمي سوله راشي او جګړه ختم شي. زه باید ووایم چې د نړۍ په سیاست کې هیڅ وخت ائتلافي حکومتونه نه دي کامیاب شوي، دوی تل د جنجالونو سره مخامخ دي. اوسنی د افغانستان اوسنی حکومت ائتلاف په ائتلاف کې دی، یعنې نه تنها د ډاکټر عبدالله ګروپ بلکې د ډاکټر اشرف ګروپ هم د څو مختلف او متخاصم ډلو څخه جوړ شوی دی چې دوی په سیاسي او ایدیالوژیکي لحاظ سره ډېر اختلافونه لري. همدا ډول دا دې وینو چې ډاکټر عبدالله ولکه سوای چې د دوو میاشتو په جریان کې دی یو نکسه وزیران د دوو مختلفو ګروپونو څخه جوړ کړي. خو بالاخره به هم خوشحاله یو چې دا دې وتوانېدي چې نه وزیران یې معرفي کړله. ولې زه چې دا شخصیتونه وینم ټولو ته احترام لرم، دا شخصیتونه ټوله د تنظیمي ګروپي او ورنی اټماتات باندې اټکل سوي دي او انتخاب سوي دي. کاشکې پدې کې داسې کسان راغلي وای چې هغه مسلکي کسان وای، کو کسان وای، سیاسي کسان وای او د خپل وزارت لپاره مفید ټاکل سوي وای. دلته ما داسې کوم څیره ونه لیدل چې هغه په مسلک کې په دغه وزارت کې وای دي
او د افغانستان د اوسنی حکومت یا د اوسنی نظام لپاره دی خدمت. اما بحث تخصص را اگر کنار بگذاریم، خب کابینه یا وزرایی که در طول 18 سال یا 19 سال در افغانستان آمدن، به قول برخی شهروندان خب تخصص نداشتن، اما توانایی حل مشکل و یا چگونگی برداشتن بار همین کرسی را خواهند داشت؟ خب گفت نیست وقتی یک کسی متخصص نباشه، یک کسی با همین مقام برابر نباشه، چطور میتوانه که بار همین مقام ورداره؟ سوال در اینجا است. اما داریم ما متخصص هایی را که اصلا از عهده کار بیرون نمیشن و داریم کسایی را که تخصص ندارن، خیلی خوب از متخصص هم کرده کار میکنن. این تجربه هم وجود داره در سطح جهان و بخصوص در افغانستان. خب طبعا شما ببینید یک کسی میره علوم سیاسی میخوانه، خب به خاطر از این میخوانه که در خارجه برون در اونجا بخی مستری خدمت واقع شوه، و اگر شما او را بایرسی وزیر معدن و صنایع مقرر کنین، این چه که یک مسئله خنده‌آور است. ما دیدیم که دکتر اشرف غنی آقای شخناسوری سخنگوی خود را به صفت سرپرست وزارت خارجه تعیین کرد، و دفعتن در حکومت نو او را به صفت وزیر معدن و صنایع. اینجا کدام من چه کجا داره؟ پس اینجا بی‌باور هستین شما در کل که این کابینه کارایی نخواد داشت؟ ما 100% کابینه را که ببینم، حکومت را که ببینم، حکومت بالای مسئلت ها استوار است. مسائل فامیلی است، مسائل تنظیمی است، مسائل قومی است، مسائل زبانی است. هیچ وجه این کابینه، شما ببینید دکتر عبدالله برادرزاده خوارزاده خود به صفت وزیر صلح آورده. این چی معنی؟ به خاطر از اینکه اینا برای کسی دیگه اعتماد نداره. او آقای مستور متخصص علوم اقتصاد است یا تجارت است، دو جا بسیار برابر بود، خوب شخص فهمیده هم است، خوب شخص برابر بود با وزارت. این مسائل صلح برای چه قرار داره؟ دستور دفاره باید متخصص دستور راسی، دستور دفاره آه کسان راسی چه واقع پا حقوق و پا سیاسی علوم و پا جنی مسائل باندی وارد می. تاسی بوری چه در افغانستان در حکومت سر دستور پا خبر که طالبان ما خمخ دی. طالبان در حدیث و در آیات سخه دستور پا خبر کار اخی. باید مرداش کسان دستور وزارت و پیجنو چه آقا اقلا دستور در میکانیزم پا کار که وارد دی تجربه لگه. آقای مستور پا اخبر وزارت که پایتا دید بشه کار کردی. انت موفق و ولی دا په کوم اعتبار زه پیژنم چې عبدالله بل څوک نه لري، اعتمادي نفر نه لري چې دی د سره مشورې ورکړي، داسې اعتماد باندې وکړي. دا په خپله یو لوبه باوجود بې باوري ده. بسیار تشکر شهیرپور صاحب، خوش آمدین. شما هم میخوایم از بعد حقوقی وارد شویم به مسئله. قانون چی میگه در مورد معرفی وزرا و دقیقا اینقدر تاخیر در قانون جا داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تندرستی نثار شما جناب آدینس که وزید اخلاق درود باشم و او تکیسیل منترم. اجازه بودین یک نقطه را به عنوان خلای قانونی مطرح بکنم که در نظام حقوقی افغانستان متاسفانه قانونگذار افغانستان در قانون اساسی همین نقطه را از یادش برده که یا اینکه قصدن بوده و یا اینکه فراموش کرده ای که در کجا قانونگذاری میکنند. همین قسمت باید در فصل ریاست جمهوری قید میکرد که بعد از انتخابات رئیس جمهور در این مدت باید کابینه خود تشکیل بکنه و سرانجام پاسخگو باشه، ولی متاسفانه در نظام حقوقی افغانستان در قانون اساسی دقیقاً چیزی به این ارتباط نیامده. فقط در ماده 71 آمده که کابینه یا حکومت تعریف میکنه که متشکل از وزرا هستند که تحت مدیریت و رهبری رئیس جمهور کارشان پیش میبرند، ولی این وزیرها در کدام مدت پس از انتخابات و اعلان نتیجه انتخابات از طرف رئیس جمهور و پارلمان معرفی شما متاسفانه یک خلای قانونی است، و از این نقطه هم رئیس جمهور و جناب دکتر سید عبدالله چه در دولت قبلیشان و چه در دولت موجود استفاده کردن. ولی یک مسئله از لحاظ اخلاقی مسئولیت است برای فرد رئیس جمهور. اینجا دیگه پای دکتر سید عبدالله کاملا منتفی است به عنوان کسی که در توافق نامه سیاسی یا چارچوبی که در نظر گرفتن او را به نام صدر اعظم اجرایی با محوریت صلح معرفی میکنند دکتر سید عبدالله را. اینجا دکتر سید عبدالله هیچ کاری نیست این از لحاظ حقوقی نسبت به یک رئیس جمهور کشور است، مگر او توافق نامه را شما بیرون بکشین. ببینید در توافق نامه سیاسی قسمتی از حکومت آمده که در بخش حکومت آمده که 50% از کابینه سهم جناب دکتر عبدالله هست، و
بودنزداش این که 50% سهمش هست یک مقدار تأخیر صورت گرفته و اینجا کسب مسئولیت میکنه. در غیر از او داکتر بشرفغانی احمدزاده باید پاسخگو باشه و از لحاظ اخلاقی یک تشکیل کابینه خب به اساس این صحبت دان حالا بار دیگر 50-50 هست و این واضح هست حکومت توافقی به قول جناب هوتکی است. اما سوالی که مطرح میشه چرا باید این همه تأخیر صورت بگیره؟ یک و چه بحثای پشت پرده اینجا اگر از بعد سیاسی هم بپردازیم به مسئله که چه بحثای پشت پرده میتونه باعث چنین مواردی شوه؟ این را خواهیم داشته از جناب اخلاقی. اما از همه مهمتر وقتی که در قانون این مهم وضاحت نمیداشته باشه فکر میکنین که نیاز به چه تغییراتی اینجا میتونه که حداقل نیازمندیش وجود داشته باشه و باور به این نیازمندی بیشتر شود؟ بله، در چارچوب توافق سیاسی که بین داکتر عبدالله و داکتر اشرفی امضا امضا شده یک قسمت از این تعدیل قانون اساسی افغانستان در پهلوی دیگر مسائلی که تعدیل قانون انتخابات، قانون احزاب، نظام انتخاباتی و غیره است، یک قسمتش تعدیل قانون اساسی افغانستان خواستن لویه جرگه است که در او قسمت باید باز ما حرف هموز زمان خواهیم گفت که کمبودی های قانون اساسی کجا هاست و کجا باید خلاهاش پر شود. ولی به نقطه ای را که میخواستم تکمیل بکنم، تشکیل یک کابینه متعهد، متخصص، با ظرفیت ایسته مشخصا و از همه مهمتر ممثل وحدت ملی و آینه تمام نمای ملت شریف افغانستان مهم است. وقتی ما میبینیم در 13 وزارت را که داکتر سید عبدالله معرفی کرده، یعنی آیا داکتر سید عبدالله نمیتوانست حداقل 13 ولایتی که بیشترین رای برش دادن، یک گلمندی است، حداقل افراد و اشخاص متخصص، متعهد، با ظرفیت و از همه مهمتر یک تابعیت که کاملا وطنی، کاملا داخلی، هیچ نوع اگر مگر دیگر نمیداشت انتخاب میکردن. چرا؟ به دلیل از این که ما یک کشوری هستیم از اقوام مختلف متفاوت. در قانون اساسی افغانستان پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن، بلوچ، قزل، ایماق، پشه‌ای، نورستانی اینا نام برده شدن و اینا ملت شریف افغانستان هستن. بله؟ دقیقاً 14 قومی که ذکر شده در قانون اساسی افغانستان. دقیقاً. باید وقتی همه تأخیر صورت گرفته بود ما فکر میکردیم که از میان این اقوام با هم برادر و برابر افغانستان اینها در پی جستجو و یافتن یک انسان با شخصیت و با ظرفیت متعهد متخصص یک تابعیت کاملا وطنی هستند. ما نفهمیدیم که اینها بیاین در وجود ما با هیچ کدام از اینها مشکل، این شخصا من مشکل ندارم، ولی وقتی که میبینم که شخصا خودم نمایندگی از بدخشان میکنم، به نمایندگی از مردم شریف بدخشان صحبت میکنم، انشاءالله که یک ادعای کلان نباشه، ولی وقتی که میبینم که یک ولایت با اون همه بزرگی از طرف داکتر سید عبدالله عبدالله و داکتر سید اشرف غنی احمدزی دست کم گرفته میشه، گله، آیا ما حق داریم گله بکنیم؟ آیا واقعا میتونیم نقد بکنیم که این کابینه را از یک، بازم میگم که حفظ حرمت برای همه شخصیت ها باشه، از یک ولایت 3 وزیر معرفی شود، از یک ولایت 2 وزیر معرفی شود، ولی از یک ولایت با اون همه بزرگی، هم از لحاظ نفوذ، هم از لحاظ جغرافیا و هم از لحاظ نفوذ که در سیاست گذشته افغانستان داره، این هم نادیده گرفته شود. همین تأخیر اگر این گونه می بود که این گونه اگر می بود که افراد اشخاص متعهد و متخصص از ولایت های مختلف جمع می کردن، ما یک مقدار قابل توجیه بود، ولی این نوع معرفی قابل توجیه نیست و این کابینه رو به خیر مردم افغانستان هم نمی بینه. بسیار تشکر. جناب اخلاقی، حال پرسشی که مطرح میشه قبل از اینکه بپردازیم به بحث نظارت از کار حکومت که خب نهادی هم داریم که شما یکی از او بزرگ مهرانی هستین که اونجا حضور دارین، مجلس نمایندگان افغانستان یا شورای بخشی از شورای ملی افغانستان که اتاق شما هست، آیا میتونه بجا باشه که یک فردی که در بخش نظامی مهارت داره بره والی شوه و یک والی بره در یک پست نظامی؟ چون این خبرهایی در این شب و روز بالا گرفته از جمله در مورد آقای جاهد، پس چه میشه برداشت کرد؟ اینجا قحط الرجال آمده؟ خب اول یک نکته حقوقی و قانونی رو میخوام اشاره بکنم و متوجه جناب شهیدپور صاحب اشاره کرد. متاسفانه در قانون اساسی معرفی کابینه زمان برش قید نشده است که در چه شرایط و چقدر وقت داره که رئیس جمهوری که برنده میشه کابینش رو به مجلس نمایندگان معرفی بکنه. اما باید توجه داشت که
بعضی از جزئیاتی که در قانون اساسی نیست وقتی در مجلس نمایندگان تصویب میشه و از اونجا پاس میشه این خودش تبدیل به یک قانون میشه. ما در ارتباط یا مجلس نمایندگان در ارتباط سرپرستی طرح را به تصویب رساند و ایرا رئیس جمهور هم توشیح کرد مبنی بر ازی که دو ماه بیشتر سرپرست نمیتونه یک وزارت سرپرست داشته باشه افزاد به این اساس آنچه که نه ماده داره در یک وزارت بله در یک وزارت وقتی که بیش از دو ماه کسی سرپرست میمونه به این معناست که یعنی قانونی که مجلس نمایندگان و قوه مقننه ای را به تصویب رسانده ای زیر پا شده است. در رابطه با پرسشی که شما مطرح کردین ما کاملا موافق هستیم، چیزی که جناب هوتکی صاحب هم اشاره کردن یکی از ضعف ها و یکی از چالش هایی که در این کابینه وجود داره ای است که افراد البته نمیگم همه اعضایی که فعلا مطرح هستند یک تعدادش متاسفانه بر اساس تخصص و توانمندی علمی معرفی نشده است. از شخصیت محترمی که نام برده شد اجازه بدید من ازش نام ببرم، جناب مستور صاحب کسی است که در وزارت مالیه اینا تجربه داشتن، در وزارت اقتصاد اینا در بخش های اقتصادی مانند وزارت مالیه، مانند اقتصاد، مانند تجارت باید معرفی میشد. وقتی او معرفی میشه به وزارت صلح پس خود از این نشان دهنده عزیز کن اداره او کارایی خاص خود را نخواهد داشت. پس به این اساس یکی از ضعف ها و یکی از مشکلاتی که متاسفانه این کابینه خواهد داشت همی است که در بعضی از وزارت خانه ها و در بعضی از ادارات دولتی متاسفانه بر اساس توانمندی و تخصص افراد معرفی نشده. اما از طرف دیگر برخی دیگر دیدشان این است حداقل با فرهنگ سرپرستی آنچه اما بار معنایی فرهنگ میتونه مثبت باشه، آنچه که به یک خو یک عادت مبدل شده در افغانستان به این نقطه پایان گذاشته خواهد شد. متاسفانه طوری که من پیشترم عرض کردم او چیزی که فعلا دیده میشه خیلی معلوم نیست که آیا به این فرهنگ نقطه پایان گذاشته خواهد شد یا نخواهد شد. اگر گرفتن رأی کابینه از مجلس نمایندگان به دو ماه دیگه هم به تأخیر بیافته یا حتی احتمال دیرتر از او این خودش نشان دهنده عزیز که یک حکومتی که یک نظامی که در ابتدای کار قانون زیر پا بکنه و نتانه به موعد مقرر نسبت به آینده از این نظام، نسبت به آینده از این کابینه و نسبت به آینده رعایت قانون توسط رئیس جمهور چه انتظار ما خواهد داشتیم. رئیس جمهور صحبتاش مطمئنا شهروندان آقای اخلاقی به یاد دارن، شهروندان گفتند در 20 یا 21 روز میاین کابینه را معرفی خواهند کرد در مراسم تحلیف آنچه را که بیان کردند. اما از همه مهمتر شما نهادی هستین که نظارت میکنین از اعمال حکومت، شما چقدر مسئولانه برخورد کردین با این مهم؟ خب در قدم اول باید عرض کنم که مجلس نمایندگان کدام ضمانت اجرایی نداره که یک مسئله ای که قانونی است یا یک چیزی را که به تصویب میرسانه ایرابیه تطبیق بکنه. نهاد تطبیق کننده قوه مجریه است و بر اساس تعهدی که در برابر مردم داره و بر اساس تحلیفی که اینا یاد میکند مبنی بر رعایت قانون دیگه قوه مجریه باید آنچه که از مجلس نمایندگان پاس میشه و تصویب میشه و آنچه که قوانین کشور او را میخواهد باید او را اجرا بکنه و تطبیق کنه. اما اگر کسی همین موردتان اگر اینجا کسی به آنچه که تصمیم گرفتین فیصله کردین تمکین نکنه چی؟ فیصله شما به کجا میانجامه؟ خب متاسفانه یک از چالش هایی که ما در طول این چندین سال داشتیم بحث همی بوده که چیزی که در مجلس نمایندگان به تصویب میرسه متاسفانه از جانب حکومت کمتر رعایت میشه و جانب حکومت کمتر متعهد به تطبیق. آیا تانستین که جوابش را پیدا کنین؟ خب طبیعی است که بعضی مصلحت هایی هست، بعضی استفاده جویی هایی هست، بعضی فرصت طلبی هایی که وجود داره متاسفانه باعث میشه که
قانون به موقع و به زمانش تطبیق نشود و میخواستم عرض کنم که اساساً یکی از چالش ها و یکی از مشکلات اساسی در کشور ما و شما که ریشه بسیاری از مشکلات شده است بحث عدم تطبیق قوانین هست. شما ببینید امروز کشور ما و شما از نظر فساد اداری و مالی در کشورهای در ردیف کشورهای نخست قرار داره. مشکلات و چالش های فساد اداری و مالی نظام ما و شما را از درون پوسانده است و نظام ما و شما بر اثر این عامل پوسیده است و متاسفانه عمدترین مشکل و عمدترین چالش همین مسئله است. اما شما صلاحیت دارید آقای وکیل، شما صلاحیت دارید، ماده 91 قانون اساسی افغانستان بر شما صلاحیت ویژه داده، شما کسایی هستین که نمایندگان مشروع مردم خوانده میشین، بیش از 5 میلیون نفر به قول برخی آمدن بر شما رأی دادن. وقتی که چنین حرفایی را از یک نماینده مردم بشنوند یا در کل از مجلس نمایندگان بشنوند، صحبت‌های آقای رئیس مطمئنا مردم شاهدش بودن، رئیس مجلس نمایندگان را، که حالا اگر این صحبت‌ها را شما کنین، پس فرق شما با یک شهروند عادی چی است؟ خب ببینید، وقتی که البته من این نکته را هم عرض بکنم که ما نمیتوانیم مجلس نمایندگان و کلیه اعضای مجلس نمایندگان را آدم های کاملا متعهد و آدم هایی که اینا مسئول هستند از بسیاری از مشکلات و قانون شکنی ها و کاملا تبرئه بکنیم، چنین چیزی وجود ندارد. این را ما نمیتونیم. متاسفانه در مجلس نمایندگان هم ما مشکلات خود را داریم، چالش های خود را داریم، استفاده جویی های در داخل مجلس نمایندگان هم وجود دارد. اما در کلیتش میخواییم این را عرض بکنیم که از آدرس مجلس نمایندگان بارها از حکومت خواسته شده است که به فرهنگ سرپرستی باید خاتمه داده شود، کابینه باید زود معرفی شود، مصوبات مجلس باید تطبیق شود. بیشتر از این ضمانت اجرایی ندارم مجلس نمایندگان. ببینید حالا چرا تمکین نمیکنن آقای وکیل؟ آیا تونستین به می سوال حداقل جواب پیدا کنین که چرا حکومت تمکین نمیکنه به حرفای شما؟ شما نمایندای مردم هستین، از مردم افغانستان رفتین اونجا نمایندگی میکنین، چرا به حرفتان گوش نمیکنن؟ حکومت قبل از اینکه به حرف مجلس نمایندگان گوش کنه باید قانون اساسی به عنوان قانون مادر افغانستان را در نظر بگیره. خب زمانی که به قانون هم تمکین نمیکنه، این شما نماینده های مردم هستین که متوجه بسازینشان که شما حالا اینجا خلاف ورزی میکنین. عرض کردم که از آدرس مجلس نمایندگان بارها و بارها، چی به صورت انفرادی چی از آدرس مجلس نمایندگان به صورت کلی، این موضوع مطرح شده است. جز گلایه و شکوه چیز دیگری بوده؟ خب مجلس نمایندگان مگر کدام قوه قهریه هست؟ مگر بس توت و تانک اگر کنار بگذاریم، شما صلاحیت ویژه دارین جناب وکیل. ماده 91 قانون اساسی افغانستان سه مورد خیلی ها مهم را برای شما صلاحیت داده، از جمله این نامزد وزرا. ببینید وقتی یک وزیر سرپرست است دیگه در اونجا معنی استزاحی که یکی از ابزار نظارت بر عمل کرده یک مسئول در اداره حکومت هست بحث استزاح هست. وقتی یک وزیر سرپرست باشد دیگه راهی برای استزاح این وزیر وجود ندارد. یک ماده‌ای که در رابطه با بحث سوال از رئیس جمهور و بحث سلب اعتماد رئیس جمهور هست، یک مسئله است که از یک طرف بنابر یک سلسله مصلحت های کلی نه شرایط او است و نه قابل تطبیق هست، که اگر اشتباه نکنم جناب شهیرپور صاحب اصلاح بکنه ماده 65 قانون اساسی چند ایر تطبیق بکننده از نظر شرایط فعلی امکانش هست و نه او یک دستی در داخل مجلس نمایندگان است که این ماده تطبیق شود، و اگر تطبیق شود با تحلیل بنده و از نظر بنده این هیچ مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه کشور را به یک بنبست دیگر مواجه خواهد کرد و به یک چالش کلان دیگر خواهد بود. تنها چیزی که مجلس نمایندگان، تنها ابزار قانونی که مجلس نمایندگان در دست دارد این است که
اگر یک وزیر وزیر کارانه باشه او رو استهزار بکنه و سلب اعتماد بکنه، وقتی وزیر وجود نداشته باشه، وقتی سرپرست باشه، دیگر این ابزار هم در دست مجلس نمایندگان نیست. پس شما بگین که کدام رای رو شما میبینید که مجلس انشاءالله را امشب برای شما نشان میدیم. آقای اخلاقی، انشاءالله از جناب شهیرپور خواهیم داشت و صحبتایی که حداقل حقوقدانان کشور در چندین بحث این مهم را تاکید کردن و تمکین داشتن به این مهم را مطمئنا اگر دنبال شود خیلی راه‌های ساده هم وجود داره. میریم به طرف جناب هوتکی هم میخوایم داشته باشم که واقعا مجلس نمایندگان افغانستان آنچه که مسئولیت نظارتیشان بوده نظارت کردن یا خیر؟ این را به عنوان یک آگاه سیاسی از شما میداشته باشم، اما پس از وقفه باز خواهیم گرد. به ادامه برنامه خوش آمدید. جناب اوتکی، میخوایم سوال را تکرار کنم که آنچه مجلس مسئولیت داشت و داره و او عمل کرده؟ یکی از وظایف پارلمان افغانستان نظارت بر کارمول دولت افغانستان است، ولی متاسفانه نه. ما فکر میکنیم که 80% اعضای پارلمان افغانستان به حساب شایستگی انتخاب نشده. اینا با واسطه پول، رشوه و ارتباطات فامیلی و ارتباطات حزبی و سازمانی انتخاب شده. بنان پارلمانی که به این اساس انتخاب میشه، اشتر صلاحیت و قدرت ای را داره که از حکومت و دولت نظارت کنه. یعنی چی؟ این نمایندگان زیر بار حکومتن؟ طبعا 80% 80%. این فیصدی را شما از کجا کرده این آقای هوتکی؟ ما دیدیم که در انتخاب رئیس پارلمان شما دیدیم که با وکلا رشوت داده شد. این یک مثالش است. این را شما خود نشر کردین اخبار را. کلو نیوز نشر کرد که در انتخاب رئیس پیلی پارلمان با میلیون‌ها دلار در تشنابهای پارلمان با وکلا تقسیم می شدن. این ما از تلویزیون شما شنیدیم. وقتی که رئیس پارلمان به ایتر انتخاب میشه، اعضای شدور انتخاب شدن. اونا همه که پول مصرف کردن. اونا به خاطر به دست آوردن پولها مجبور است که وزرا سازش کنن. اشخاص و افراد خود در جاهای مختلف به نام ولسوار و قومندان و وکیل و پلانی و پلانی مقرر کنن. تا پس پولهای منظور ما از تمام وکیلا نیست. من که 11% وکیل افغانستان پاک و صادق باشه به شمول آقای اخلاقی برش اعتراف دارم. اما اخلاقی صاحب میگن ما مسئولیت تطبیق نداریم. زمانی که یک نماینده مردم خب به مجلس میره، از آنچه که تصویب میکنن هم باید که به شکلی نظارت صورت بگیره. کی چه کار انجام میده؟ کی تمکین میکنه به حرفشان؟ کی نمیکنه؟ وقتی که خود نمایندگان مردم چنین شکوه و گلایه داشته باشن، پس کی به رسیدگی کنه به درد مردم، مشکل مردم؟ ما به این باور دارم که در پارلمان ما کسایی وجود داره که همی وظایف یک وکیل نمیفهمه. چون خان بوده، پولدار بوده، واسطه داشته، ارتباط داشته، تنظیمی بوده، حزبی بوده، آمده وکیل شده. این باور داشته باشید. ما صحبتش نمیشنوم. اونا چطور میتونه که از یک حکومت نظارت کنه؟ امی دادن رای اعتماد در پارلمان این کلگی با اصلا شایستگی نیستن. شما خواه دیدیم که این وکلا به کی رای میتن، به کی رای نمیتن. اینجا بعضی مسائل قومی و زبانی و محلی و سمتی و حزبی و سازمانی در نظر گرفته میشه و وکیلی که او چیزای اعتماد نداره او بس پول مصرف میکنه. بنابراین اینطور پارلمان نمیتونه که از حکومت و دولت نظارت کنه. من به یه عقیده هستم. پارلمان من حکم است، حکومت من حکم است. شما ببینید که در روزایی که جلسات عمومی دایر میشه از 241 وکیل 40 نفر حاضر نیستن. اینا معاش میگیره، بادیگارد داره، امتیازات داره. ما خودم به مثال چندین وکیل در روزای کاری و طلا در دبی دیدیم. اونا در دبی چکر میزنن. پس اینا به نمایندگی از مردم رفتن یا مساعد شدن زمینی تفریح؟ این پرسش را حداقل میشه در حال حاضر مطرح کرد و جوابش هم میخوایم بعدا از شما داشته باشم. میریم به طرف جناب شهیرپور. شهیرپور صاحب، مجلس مسئولیت تطبیق آنچه را تصویب میکنه نداره و اینا نظارت میکنن از اعمال حکومت. بیاین چند پیشنهاد برای جناب اخلاقی داشته باشین. آیا گزینه دیگه ای وجود نداره واقعا؟ خب ما یک قسمت از حرفهای جناب اخلاقی سر کاملا تایید میکنم که با
دست قوی قهریه در دست پارلمان نیست و پارلمان هم در هیچ جای از دنیا قدرت اجرایی نداره. ولی از یاد نبریم جناب آریان صاحب که اخلاقی سبی مسئله رو میدونه و من متوجه شدم که از کنار از این بحث بسیار بحث سادگی گذشت، ولی من چون با پارلمان نیستم و این مقدار میخواییم این رو جدیتر مطرح بکنم. میخواییم بشنویم. ما در قانون اساسی افغانستان یک وسیله بسیار قوی در دست وکلای مجلس که یک دستگاه بلند از اینهایی در مسئله رو میدانند ایست که اگر سلسی از اعضا پیشنهاد بکنند میتونن حتی رئیس جمهور از کار برکنار بکنن و به یک اتهام آلاده کشور چی بسیار زیاد است. الحمدلله که ما میبینیم وضعیت کشور و میتونن بسیار به سادگی یک پرونده بر رئیس جمهور بسازن. فقط یک 83 نفر مرد کاری کار است که تر زیر مطرح بکنن و رئیس جمهور یک بار تکان بتن که در پارلمان این مسئله مطرح میشه و احتمال داره که یک 83 دیگه اگر رای بده سرانجام رئیس جمهور ریاست جمهوری دیگه کرده نمیتونه. همین که پارلمان ضعیف خواستن انجام تشکیل بتن، همین که چهره های بسیار خوب پیشترم در بحث وزرا مطرح کردم کاملا وطنی و یک دسته متعلق به افغانستان با ارزش های افغانستان آگاه با دانش نو آشنا قانون اساسی از اول تا آخرش حداقل 100 بار خواندن میدونن که چقدر صلاحیت دارن. متاسفانه از سراسر افغانستان یک نقطه را میخوایم مطرح بکنم. من به عنوان یک استاد دانشگاه کاندید بودم، 24 استاد از سراسر افغانستان کاندید بود ولی یک استاد از کل افغانستان کامیاب نشد. یعنی این معنی نمیده که تنها ما 24 استاد نتونست در پارلمان افغانستان داره شبیه با استادای اما کمیشنر شد یکی از این استادان. خب ما بحث پارلمان رو داریم و این 83 نفر خواستن دانستن و این مسئله رو مطرح کردن. هر وقت در پارلمان 83 مرد کاری در میدان وارد شود بسیار یک فشار کلان برای رئیس جمهور است که رئیس جمهور هم شبیه با یک تکه که به آب بفتر کاملا دیگر تر شود. یعنی این 83 نماینده ای کاری وجود نداره؟ متاسفانه زمانی که ما میبینیم به سفرهای ولایتی رئیس جمهور و همراهی کردنشان توسط وکلا نشان میده که این وکلا وکلای حکومتی هستند. بله میگن بله گفت سیب گفت سیب میگن جیب گفت جیب. اینا بسیار مشکل دارن با این طرز دید. ما با یک پارلمان با تمام معنا من یک مسئله را با مسئولیت میگم که هر پارلمان قوی و با اراده تشکیل میشد ثبات سیاسی افغانستان تضمین میشد، حاکمیت مردم افغانستان با عزت تر میشد و سرانجام رئیس جمهور دیگر اونقدر دست باز نمی داشت، وزرا به این اندازه دیگر دست کم نمی گرفتن. حتی جناب رئیس مجلس در یک از صحبتایش که من شنیدم گفت که وقتی که وزرا دست کم می گیرن و نشخند می زنن و وکلا من خجالت می کشم و این کار کار بسیار بد است. این ناشی از چی است؟ زمانی که حکومت تمکین نمی کنه به حرف نمایندگان مجلس همزمان وکلا وزرا اینجوری نیشخند می زنن. مسئله وزیر صنعت و تجارت به یاد همه است، وقتی که تصمیم گیری می شه از طرف مجلس اما به او اعتنایی نمی شه از طرف حکومت، همه چه پیام را می رسانه؟ نمایندگان مردم نمایندگان مردمی هستند و واقعا از طرف مردم انتخاب شدند. ما در قسمت از این بسیار گران مسئولیت است که بگویم مردم انتخاب نکردند. بله یک دسته دیگر مردم انتخاب کردند ولی مبنای انتخاب متاسفانه روغن بوده، برنج بوده، پول بوده، مصرف دیگری بوده. یک دسته دیگر از اینها که عملا نشان میدن بازو به بازوی حکومتی ها میرن و جای از اینکه وکالت بکنن در پارلمان دارن و ندای مردم و صدای مردم گلوی مردم باشن، اینها دوش به دوش معاونین رئیس جمهور، جناب رئیس جمهور و اینها یک جای میرن و بلیگوی هستن. متاسفانه با این دقم وکالت نمیشه شما توقع زیر داشته باشیم که صدای وکالت افغانستان بر یا قوه قانونگذاری افغانستان در قوه اجرایی شنونده داشته باشه. این نقطه بسیار نقطه درد کلان مردم افغانستان است و اینه دانسته متوجه باشه این آریان صاحب که این قسمت دانسته همینطور برنامه‌ریزی شده که یک درصدی باید از وکلای باشن که تجارت داشته باشن، علاقه تجارت داشته باشن، بلند منزل داشته باشن، موترهای یک تا دو تا سه تا چهار تا ده تا پشترشان باشن. در ما یک مرتبه اگر در کل افغانستان 5 سال دوره حکومت یک وکیل یک بارم که به اونجا نره کسی نیست که از اون بپرسه هنوز خوشتر را میشن که خب کیمیا اینجا چی به درد میخورن.
با این دقیق وکالت دست کم گرفتن مردم افغانستان هست، با این نوع وکالت به اعتنایی بر رأی مردم افغانستان هست و سرانجام به اعتنایی به اون مسئله بسیار کلان منافع ملی افغانستان است. البته با حفظ حرمت با وکلای محترمی که همه روز اونجا حضور دارن، ندا و صدای مردم افغانستان هستند، ولی با نظر داشت چیزی که تعدادشان اندک است نمیتونن سقف یک سلس که 88 نفر است پر بکنن. حکومت به خواب آرام و راحت به برنامه های خودش برنامه‌ریزی کرده و پیش. اخلاقی سه پرسش های زیاد مطرح شد. ما امیدوارم که بتانیم حداقل به یک قسمت زیاد این پرسش‌ها پاسخ شما را داشته باشیم. از واقعا این 83 تن وجود ندارد در مجلس؟ اگر شکایت دارین این چونین از حکومت؟ ما پیشترم عرض کردم که خواستگاه اعضای مجلس نمایندگان هم اینمی جامعه ما و شما و اینمی بستر اجتماعی و فرهنگی داریم که سایر شخصیت های ما از امی بستر برخواسته است. شما ببینید امروز در حکومت متاسفانه فساد هست، در نهادهای عدلی و قضایی فساد هست، در ادارات حتی در مجلس کمکاری و فساد وجود داره و از جمله در مجلس نمایندگان هم کسانی که در مجلس نمایندگان راه یافتم بالاخره این زمین مردم هست و این زمین کشور هست و این زمین شرایط اجتماعی و فرهنگی برخواسته. پس شما مورد تایید میگذارین که 80% از نمایندگان آنچه را که جناب اوتکیس اشاره کردن او ویژگی ها را داره. ببینید در بسیاری از موارد مثلا در ارتباط با استیضاح یک وزیر یا سلب اعتماد از یک وزیر ما رأی 50 به اضافه یک داره. پس از 248 نفر یا از 250 نفر ما باید نصف به اضافه یک داشته باشیم. پس به این اساس در صورتی که ما در این موارد در صورت موفق خواهد بودیم و مجلس نمایندگان در صورت موفق خواهد بود که 50 به اضافه یکش فقط مصالح و منافع کشور را در نظر داشته باشه و دور از مسائل قومی، سمتی و امثال ذلک. اما متاسفانه این را باید ما اقرار و باید این را اعتراف بکنیم که در مجلس نمایندگان هم چالش های عدیده وجود داره، علارغم این که باز هم تاکید میکنیم که مجلس نمایندگان یک قوه قهریه نیست، ضمانت اجرایی نداره و جناب شهیرپور صاحبه میره تایید کردن، اما با اون هم اگر یک دستی در مجلس نمایندگان وجود داشته باشه، اگر منافع و مصالح اولیای کشور برایش مهم باشه، قطعا میتونه جلوی بسیاری از کمکاری های حکومت را بگیره. زمانی که جناب وکیل شما اما و اگرا را که مطرح میکنن این پرسش به میان میاد، وقتی که این قدر اما و اگر از طرف شما مطرح میشه، شهروند عادی پس که نداره دسترسی به هیچ مقامی و در خیلی از موارد چالش های زیادی هم در برابرش قرار داره و در ولایت های دوردست زمانی که اینا زندگی میکنن و ناامنی هم به قول خیلی ها زیاد است در برخی ولایت ها و حتی به نمایندگان خود دسترسی ندارن، اینا پس چه کار باید کنن؟ فرق بین یک نماینده مردم و فرق بین یک شهروندادی خیلی ها زیاد است. پس میشه با بلنگو و در این زمان بلیگو بودن به رئیس جمهور و حکومت این چونین انتظاری داشت که کار به اهلش سپرده شده و مردم افغانستان بیاین حداقل به نمایندگانشان اعتماد کنن؟ ببینید بحث اینجاست که اصلا ریشه از این مشکلات در کجا هست. از یک طرف ما از نظر قانونی در این زمینه متاسفانه کمبودهایی داریم و نواقصی داریم که یکی از عوامل مشکلات و چالش ها در مجلس نمایندگان شده است. یک کسی که برای مجلس نمایندگان خود کاندید میکنه حداقل در جامعه ما و شما باید مدرک لیسانس داشته باشد، سابقه نیک داشته باشد. وقتی که بحث شرایط عضویت یا کاندید شدن در مجلس نمایندگان مطرح شد، یک از شرایطی بود که حداقل کسی میتونه کاندید شود که لیسانس داشته باشه، سابقه نیک داشته باشه. متاسفانه یک تعداد از اربابا و خانها رفتن در پیش نام رئیس جمهور کرزی که شرط اگر بر ندارین دیگه اربابا آمده نمیتونه، دیگه خانها آمده نمیتونه، دیگه قماندانها آمده نمیتونه. متاسفانه می شرایط خبر داشت. شما نگاه کنید وقتی یک کسی میره در یک
یک اداره میخواید در پست یک مدیریت اونجا اپلای بکنه، میگه تو باید حداقل لیسانس داشته باشی، باید حداقل ماستری داشته باشی. اما در همچین جای مهمی هر کس میتونه از یک طریقی که رای مردم را بیاره در اینجا بیاید وارد شود. به این خاطر است که دروازه برای اساتید دانشگاه بسته میشه، چون اونا غیر از مدرک تحصیلی چیز دیگر نداره. دروازه برای آدم هایی که تخصص و توانمندی علمی داره اما اقتصاد نداره، قدرت نداره، دروازه برای از بسته میشه، برای کسایی باز میشه که یا از قدرتش استفاده میکنه و یا از پول و ثروتش. این یک بحث. بحث دوم باز هم بر میگرده به خود مردم. تو مردمی که آمدی یک کس را به خاطر پولش، به خاطر ثروتش رای دادی و او را به عنوان وکیل فرستادی در مجلس نمایندگان، پس توقعی بیشتر هم نه از این نداشته باشی که هر روز باید در دبی در جای دیگه چکر بزنه، چون تو تاجر است و تو هیچ وقت خود به او رسانده هم نمیتونی. ضرب المثلی وجود داره که ضرب المثلی وجود داره که حالا روی پلو خیلی ها گرنگ است، چون وقت ما تمام از جناب اخلاقی میخوایم به عنوان جنبندی صحبت های شما داشته باشم، در ادامه بریم به طرف. یک نکته سوم کوتاه میخوایم اشاره بکنیم که متاسفانه امروز شکاف های قومی، قومگرایی، سمتگرایی، لسانگرایی، مذهبگرایی و امثال ذلک به یک فرهنگ تبدیل شده است. امروز ما دوچار یک چالش به نام شکاف های قومی در افغانستان هستیم. حکومت به جای اینکه بیایه وحدت ملی را روز به روز تقویت بکنه، ما فرایندهای را باید طی بکنیم که به یک ملت برسیم. متاسفانه چنین چیزی وجود نداره و ما به یک فرهنگ واگرایی و با یک چالش فاصله های اجتماعی روبرو هستیم و قرار داریم و در نتیجه در مجلس نمایندگان هم اگر بحث مطرح میشه همه به دنبال قوم، به دنبال لسان، به دنبال مذهب و همسال ذلک میگرده و این یک چیزی است که متاسفانه با عنوان یک فرهنگ در جامعه ما و شما امروز وجود دارد. جناب اخلاقی میگفتن که ما مجلسی را شاهد خواهیم بود، اینچون این حرفای وجود داشت قبلن که بدتر از مجلس قبلی خواهد بود و به مجلس قبلی مردم شکر خواهند کشید. پس به اساس صحبتهایتان میشه همین مورد را، همین برداشت را کرد که درست گفته بودن. اما از همه مهمتر میخوایم داشته باشم برای بیرون رفت از این وضعیت هم نمایندگان مردم کاری کرده میتونن؟ خب ما به نظرم بحث اساسی در اینجاست که در رأس نظام جناب رئیس جمهور قرار دارد. اگر رئیس جمهور متعهد به تطبیق قانون، متعهد به رعایت قانون باشه و در برابر مردم و در برابر شهروندان کشور پاسخگو باشه، قطعا اعضای کابینه و سایر نهادها هم در این راستا در کنار رئیس جمهور خواهد بود. ما فکر میکنیم که آب از سراب گلالود هست. وقتی آب از سراب گلالود باشد طبیعی است که به این سادگی این مشکلات مرتفع نخواهد شد. بسیار تشکر. جناب هوتکی از شما میخوایم داشته باشم پیشنهاد برای بیرون رفت از وضعیت کنونی و فرهنگ سرپرستی نقطه پایان به همین زودی ها گذاشته شد و مجلس هم نظارت باید خود را انجام بده و آنچه که خواست شهروندان افغانستان از حد اقل برآورده شود، چه گزینه ها میتونه مؤثر واقع شود؟ ما درست فکر کنم دهد وزیران و معرفی دیگه معنی نلگی چی در سرپرستان و در پایپ شده تکی شده تاسی به وګوري کله چې دغه وزیران و ولسی جرګې ته معرفي سوله، ممکن ځینې وزیران د ولسی جرګې د اعتماد رایه وانخلي او زه په دې باور لرم چې ډاکټر اشرف غني به دا کسان بېرته د سفارت د وزیر په توګه تعیین کړي. دا کار پای ته نه رسېږي، دا کار دوام پیدا کوي. دا به وروسته بیا موږ تاسې په سترګو وینو کله چې دغه وزیران په پارلمان ته معرفي سوله. دلته تاسو پوهېږئ د افغانستان په حکومت کې، د افغانستان په شورا کې معاملې دي، انضباطونه دي، شخصي ګټې دي، شخصي منافع دي. تر څو چې موږ په افغانستان کې د یو باثباته دولت، یو باثباته حکومت، د یو پاک حکومت چې په هغه کې ملي اشخاص، وطندوست اشخاص، ملي منافعو ته وفادار اشخاص هم په پارلمان کې او هم په حکومت کې رانه سي، دغه حال زموږ د حکومت او زموږ د
بسیار تشکر شهیرپور صاحب. میخوایم داشته باشم با عنوان جنبندی صحبت ها از شما هم که آیا نیاز است که مجلس این بار به رخصتی تابستانی بره در وضعیتی که فصل خیلی ها جدی کرونایی را داشتیم، ما رخصتی ها هم خیلی ها زیاد بود و در کنارش نزدیک به 13 روز به رفتن نمایندگان مردم به رخصتی تابستانیشان مانده، در کنارش میخوایم پیشنهاد شما را داشته باشم، نیاز است که برن به رخصتی؟ این برمیگرده به خودشان که به حد کافی رخصتی کردن و به یک بارکی این نقطه را باید از یاد نبرم که یعنی یک اون وزیری که به جایش یک کسی کاندید شده و او میدانه که دیگر یک ماه بعد وزیر نیست، 20 روز بعد وزیر نیست، چقدر دلگرم کار میکنه، همین که دلگرم نیست به کار کردن، میدانه که پشت سر موینا هم با این برطرفی روبرو هستن که تعویض موین در جایش نمیمانه، همه اینمی به علاقگی هایی که در اداره وجود داره اینها رو باید درک بکنن و نباید هم برای سطحی برن و با کابینه پیشنهادی رای بتن و یک مقدار سبک سنگین بکنن. آنچه که یک از مسئولیت هایشان در نظر گرفتن رعایت توازن قومی هست، سمتی هست، ولایتی هست که در توافق نامه سیاسی میان در قصر عبدالله و در قصر شفانی هم مسئله تا انعکاس یافته، اینها باید سبک سنگین بکنن و سرانجام حقی که بر مردم افغانستان او یک کابینه متعهد متخصص با ظرفیت که وحدت ملی افغانستان به تمام معنا آینیش باشه اینا انعکاس بدن. من فکر میکنم اگر اینا به رخصتی خود نرن و از این یک حق قانونی خود بگذرن و سرانجام به کابینه رای بدن. یک نقطه دیگه که میخواستم یاد بکنم، جناب دکتر سپ عبدالله عبدالله و دکتر سپ اشرف غنی احمدزاده، شما بشنوین بدانین که حساب ملت از حساب سیاسیون هر ولایت باید جدا باشه. ما به نمایندگی از مردم بدخشان میگم که اگر هر مشکل با سیاسیون بدخشانی دارین، لطفا حساب ملت از سیاسیونشان جدا بکنین. دکتر سپ عبدالله و دکتر سپ اشرف غنی احمدزاده از مردم شریف بدخشان، حالا اگر از ولایت های دیگه که من ندارم معلومات، معذرت میخوایم که نامشان نمیتونم بگیرم، ولی از ولایت خودم میتونم بگم که اینا به این ملت شریف برشان رای دادن و آرزو دارن که یک فرد متعهد متخصص با ظرفیت که دکتر سپ عبدالله عبدالله در اساسنامه امو توافقنامه سیاسی آمده که تشخیص شایستگی و شرایط قانونی از صلاحیت های دکتر سپ عبدالله است. به همین شکل دکتر سپ اشرف غنی احمدزاده به عنوان رئیس جمهور خواهش دارم که تمامی ولایت افغانستان آنجا که رأیشان دادن و رأی بسیار با کیفیت و با ظرفیت درشان دادن اونها رو در نظر بگیرن و از طرف دیگر هم با تمام وکلای پارلمان این پیشنهاد دارم که لطفا تلاش بکنن و افراد و اشخاصی که حداقل یک بار وزارت کردن و ناکام هستن از اونها بپرسن که در دوره قبلی چه کار کردین، چه چالش ها داشتین و حالا چه برنامه دارین. یک دو از تمام وزرا لطفا اینمی وکیلای پارلمان بپرسن که برای 10 سال بعدی اینمی وزارت شما چه برنامه دارین، اگر ندارن و اینها از یک آدرس دیگه شدن لطفا دارین شما رای نتین که این مایه شرمساری تیم معرفی شده است، مایه شرمساری تمام ملت شریف افغانستان است و سرانجام عقب ماندگی ما و بدبختی ما. ممنون حضور جنابان شهیرپور، اخلاقی و هوتکی، لطف کردین با حضورتان. تا درود دیگر.